با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و با سلام به شما علی جوادی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. متشکرم به شما و به بینندگان عزیز تلویزیون برای یک دنیای بهتر سلام میکنم. 10 دسامبر سالگرد جهانی بیانیه جهانی حقوق بشر بود. بیانیه‌ای که در 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسید. این بیانیه برای اولین بار حقوق انسانها رو به شکل جهانی بیان کرد. در برنامه امروز تلویزیونی برای یک دنیای بهتر ما در ارتباط با بیانیه حقوق بشر، همچنین بیانیه حقوق بشر اسلامی، منشور شهروندی که روحانی اخیراً اعلام کرد و مسئله دموکراسی و حقوق بشر و نگرشی که کشورهای غربی به بیانیه جهانی حقوق بشر دارن و نقد جنبش کمونیسم کارگری به بیانیه جهانی حقوق بشر با علی جوادی صحبت و گفتگو خواهیم داشت. علی جوادی، اولین سوالی که مطرحه اینه که جریانات اسلامی از این صحبت میکنن که بیانیه جهانی حقوق بشر یه بیانیه غربیه و در واقع کوچکترین نقشی و کوچکترین نگرشی از اسلام در این بیانیه نیست و این بیانیه در واقع بر علیه آدمایی است که در کشورهای اسلامی دارن زندگی میکنن. شما نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ ببینید، این اتفاقا یک مزیت، یکی از مزایای بیانیه حقوق بشر هستش که اسلامی نیست، که اسلام، فلسفه اسلام، مبانی و دیدگاه های کثیف اسلام مبنای حقوق شهروندی رو که در این بیانیه مستتر هست قرار نداده. از طرف دیگه بیانیه هم نیست که به اصطلاح مبانی حقوقی مسیحیت نسبت به انسان یا یهودیت نسبت به انسان یا سایر ارگانها و نهادهای مذهبی رو در خودش مستتر داشته باشه و به این اعتبار یک پیشرفتی نسبت به حکومت‌ها و یا حقوق انسان در تحت سلطه حکومت‌های هستش که منشأ خودشون رو از الهیات، از ماورای طبیعه، یا منشأ خودشون رو از اشرافیت، خون و به اصطلاح طبقه خاص و خانواده خاصی می‌گرفتن. به این اعتبار باید گفت که این نقد اسلامیست‌ها اساساً نقدی به نقطه قدرت و مزیت بیانیه حقوق بشر هست، مستقل از تمام مسائلی که میشه در این رابطه بحث کرد، نه یک نقطه ضعف برای اون. خب آیا این به معنای این هستش که در بیانیه جهانی حقوق بشر حقوق کسایی که حالا خودشون رو معتقدین به دین اسلام تعریف میکنن، آیا حقوق اونا رو به رسمیت میشناسه و یا اینکه نقد جریانات اسلامی پوچ و توخالیه؟ به چه نقدشون پوچ و توخالیه، کثیفه در این حال. انسان انسانه، بیانیه حقوق بشر حداقل به این اعتبار که شهروند جامعه رو دارای حقوق میدونه، مستقل از مذهب، مستقل از به اصطلاح تعلقات مذهبی و باورهای مذهبی یا حتی باورهای سیاسی و غیره، به این اعتبار یک دستاورد جوامع غربی هستش و قابل احترام تا همین اندازه. از این رو نقد اسلامیست‌ها که میگن جوامع رو باید تقسیم کرد به دیدگاه‌های مذهبی، تقسیم جوامع بر مبنای اهداف اسلامیست‌ها به مسلمین و کافرین و غیره، یک دیدگاه عمیقاً کثیف، ارتجاعی، عقب مونده، متعلق به قرون وسطاست که جایی در دوران معاصر بشری نباید داشته باشه، نمیتونه داشته باشه و باید اگر به میزانی که جا داره کنار زده بشه و به زبالدان تاریخ فرستاده بشه. خب ما میرسیم به منشور شهروندی که اخیراً روحانی اعلام کرده، منشور شهروندی که مفاد اولیه‌اش و پیشنویسش 2 سال پیش در آمده بوده و با یه سری تغییراتی اخیراً روحانی این رو اعلام میکنه. در ارتباط با اینکه این منشور از طرف روحانی اعلام میشه، شما فکر میکنین که چه دلایل سیاسی اجتماعی باعث میشه که روحانی منشور شهروندی اسلامی رو در واقع اعلام میکنه؟ ببینید، دلایل سیاسی خاصی داره و برمیگرده به دعوای جناح جمهوری اسلامی به نظرم و نه چیز دیگه. جناح اصلاح طلب، جناح اعتدال طلب جمهوری اسلامی تحت حملات معینی از جانب جناح راست و بعضا خامنه رأس حاکمیت آدمکشان اسلامی قرار گرفته
نتیجتا برای اینکه بتونه مقبولیتی برای خودش در دعوای جناهای جمهوری اسلامی در میان جامعه پیدا کنه، دست به انتشار و تدوین بیانیه حقوق شهروندان در جامعه زده. اساس مصرف و کاربردش در حقیقت در جدال جناهای جمهوری اسلامی برای تغییر و یا تغییر توازن قوای درونی جناهای جمهوری اسلامی هستش، نه چیز دیگه. این به نظرم اساس کلیت رو تشکیل میده. در این حال باید رو همین چارچوب اضافه کرد که انتخابات و مسحکه انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی به اصطلاح در راه هستش چند ماه دیگه. نتیجتا شاید بشه گفت که سوت آغاز کمپین مسحکه انتخاباتی جناح اصلاح طلب و اعتدال طلب رو هم به این اعتبار باید بررسی کرد و از این نقطه نظر به این مسئله نگاه کرد. خب اصلا در ایران مردم باید چه فرض کنیم که حالا این منشور شهروندی که حالا در ارتباط با مفاد بهش صحبت میکنیم، ولی فرض کنیم که منشور شهروندی روحانی بر فرض تصویب بشه، از نظر مردم این چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ ما با یه سری قوانینی روبرو هستیم که مثلا به عنوان نمونه تو قانون اساسی اجتماعات مسالمت آمیز و به رسمیت میشناسن، ولی ما میبینیم که فعالین سیاسی اجتماعی، فعالین صنفی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی به سر میبرن به خاطر پیش بردن فعالیت صنفیشون. فکر میکنیم که این منشور تصویب هم بشه چه اهمیتی میتونه باشه؟ ببینید، هر درجه به اصطلاح ادعای پایبندی به هر میزانی از حقوق مردم در جامعه، از به این اعتبار از جانب مردم سرنگونی طلب، مردمی که میخوان سر به تن جمهوری اسلامی، این گونه تلقی میشه که میتونن از این برای تعمیق شکافهای درون جمهوری اسلامی استفاده کنن، فشار بر جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنن و به این اعتبار خواستها و مطالبات برحق و انسانی و آزادی خواه خودشون رو مطرح بکنن. این به این معنا نیست که این بیانیه باعث به اصطلاح درجه ای از توهم در صفوف جامعه و مردم سرنگونی طلب میشه. میپردازیم بعدن که جنبش‌های اجتماعی چه کار بست یا چه روشی در قبال این به اصطلاح تیک استخونایی که رژیم به طرفشون پرتاب میکنه خواهند داشت. اما مردم سرنگونی طلب، مردمی که زیر ستم حکومت اسلامی برای نزدیک به 4 دهه زندگی سیاه و تباهی را از سر گذروندن، از هر درجه به اصطلاح امکاناتی که براشون فراهم بشه یا ادعاهای کاذب و دروغین، تأکید میکنم کاذب و دروغینی که جناحی از رژیم در رابطه با پایبندی به حقوق مردم، بخشی از حقوق مردم انجام بده، استفاده خواهند کرد برای عقب روندن جمهوری اسلامی، برای تعمیق شکافهای درون جمهوری اسلامی و برای تعرض به جمهوری اسلامی و طرح مطالبات خود مردم، مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم. و این اون واقعیتی هستش که به لحاظ سیاسی مردم ازش به اصطلاح مکانیزم جامعه رو تشکیل میده. همونطوری که در دوران دوم خرداد مردم به اصطلاح از پروژه دوم خرداد برای عقب راندن و تقابل با جناح راست استفاده کردن، در این حال اینکه هر دو جناح رو به سمت سراشیبی سقوط سوق میدادن. ولی این به معنای اینه که میگم الان راجع به بندهای صحبت میکنم، ولی این به معنای اینه که اگه این منشور شهروندی تصویب بشه مردم باید ازش حمایت بکنن؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. این منشور منشوری تماماً دروغین، کارنامه عملی جمهوری اسلامی به اصطلاح واقعیت سیاسی رابطه مردم و جمهوری اسلامی هست. مدعیان این منشور کسانی هستند که در رأس قوه مجریه جمهوری اسلامی، در رأس قوه آدمکشی جمهوری اسلامی قرار دارند، دارای بیشترین کارنامه جنایت علیه مردم در جامعه هستند. خودشون کسانی بودند که سازماندهی قتل‌های عظیم دهه 60 رو به اصطلاح انجام دادند. کسانی هستند که در دوران ریاست جمهوری خودشون، حتی روحانی، بیشترین اعدام‌ها صورت گرفته و ایران نسبت به جمعیتش مقام اول در اعدام در سطح جهان ازش برخوردار هستش. کسانی هستند که سازماندهی بی‌حقوقی زن در جامعه، ستم همه جانبه و سرکوب زن در جامعه بودند. کسانی هستند که سازماندهی بی‌حقوقی و تعرض و استثمار و لگدمال کردن
حرمت و زندگی و به اصطلاح تلاش روزمره کارگر بودن. کسانی بودن که جوانا رو شلاق زدن، به مهمانی ها حمله کردن، تعرض کردن و به اصطلاح اونها رو بردن زندان کردن، در این تعرض برایشون انجام دادن. اینا اگر مدعی حقوقی بشن برای مردم، مردم از روی اینا به خنده نگاه، با قهقهه نگاه خواهند کرد و صرفا به عنوان ابزاری برای تعرض به کل حاکمیت و همونطوری که اشاره کردم تعمیق دعواهای جناهای درون جمهوری اسلامی استفاده خواهند کرد. مردم توهمی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن. جریانات اصلاح طلب حکومتی و غیر حکومتی تلاش میکنن که زمینه سازش و یا توهمی رو بر مبنای این به اصطلاح پروژه ها برای رژیم و در میان مردم فراهم بکنن. اون بحث دیگری است. مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و سرنگونی خواست قلبی توده های عظیم مردم در جامعه است. خب علی جوادی، منشور شهروندی روحانی اونجا که در ارتباط با حق زندگی صحبت میکنه، این مسئله رو مطرح میکنه که دولت موظف از حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره‌مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و گرایش سیاسی اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کنه. شما وقتی این بند رو میشنوین و یا میخونین چه احساسی بهتون دست میده و نظرتون چیه؟ ببینید، اگر ما قربانیان جمهوری اسلامی، اگر ما کسانی که حکومت اسلامی رو دیدیم، شلاقش، شکنجه هاش، اعدامش، سنگسارش، چش در آوردنش، دست قطع کردنش، فقر و فلاکت و بیحقوقی عظیم و گستردهی که تحمیل کرده رو ندیده بودیم، باید میگفتیم حتما سنگ آسمانی به زمین خورده، زمین دگرگون شده و مانند شاید 60 میلیارد میلیون سال قبل تمامی موجودات از روی زمین حذف شدن، سابقه ذهنیشون از بین رفته و یه پدیده نوظهور اومده. حکومت اسلامی چنین ادعاهای مضحکی رو میکنه، اما اینطور نیست. واقعیت چیز دیگه ایه. ما حکومت اسلامی رو میشناسیم، زندانهاشو دیدیم، شکنجهگاهاشو دیدیم، کشتارهاشو دیدیم، قتل عامهاشو دیدیم، اعدامهاشو دیدیم. وقاحت توی ریاضی، یا شاید بگم اعداد در ریاضی، با بی‌نهایت بعضن تعریف شدن. بی‌نهایت یک تعریف ریاضی هستش، اما ظاهرا ولی مشخص نیست. اگر شما به هر میزانی بتونید بی‌نهایت رو مشخص کنید، بهتون میگن که کار نادرستی انجام دادین، چون بی‌نهایت نامشخصه. اما ظاهرا وقاحت جمهوری اسلامی رو با بی‌نهایت میشه بیان کرد. این وقاحت، درویی، اینکه از حق حیات، حق زندگی، عدالت، برابری در جامعه صحبت میکنن، بیشرمی در به معنای بی‌نهایت خودش هستش که ظاهرا تنها جمهوری اسلامی قادر به تبیین و مشخص کردن این هستش. مردم به این مسحکه، به این تبلیغات پوچ و اراجیف وقعی نخواهند گذاشت و صرفا به عنوان یک ابزار سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی ازش استفاده خواهند کرد. آدم کشان جمهوری اسلامی، سازمان دهندگان جوخه های مرگ، تناب های دار، اعدام های دست جمعی، قتل های زنجیره‌ای، فقر و فلاکت و گسترده و غیره، دم از عدالت و آزادی و برابری میزنن. البته اگر یه مقدار دقیق تر بشه، میبینید که همه اینا در چارچوب قوانین اسلام، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی هست که همه رو به اصطلاح ملغا میکنه، پوچ و بیارزش میکنه. اسلام یعنی گوسفند بودن مردم در جامعه. اسلام یعنی اینکه مردم فاقد هر گونه حقی هستند، فاقد هر گونه اظهار وجودی هستند، انسان هستند، دارای حق و آرا هستند و صرفا از نقطه نظر اسلام انسان‌ها گوسفندانی هستند که شبانی، چوپانی باید بیاد اینا رو به اصطلاح هدایت بکنه. صحبت از حقوق شهروندی توسط حکومت اسلامی مثل فاشیسم آزادی‌خواه میمونه، مثل به اصطلاح فاشیسم برابری طلب و فاشیسم عدالت طلب میمونه. پوچ و مضحک و غیر واقعیه. خب علی جوادی، معنی حقوق بشر در ارتباط با جنبش‌های اجتماعی چیه؟ ما به عنوان نمونه جریانات زیادی میبینیم که در عرصه سیاست در ایران دارن کار میکنن و به نقض حقوق بشر اشاره میکنن و خودشون رو مدافع حقوق بشر در ایران و در مقابل رژیم
معرفی میکنن و نقدشون به رژیم اسلامی اینه که رژیم اسلامی حقوق بشر رو رعایت نمیکنه. این جریانات به نظر شما معنی عملی نقض حقوق بشر برای جریانات سیاسی که در ایران صرفا حقوق بشر تکیه میکنن چیه؟ ببینید، تا اونجایی که به نقد جمهوری اسلامی برمیگرده و اینکه جمهوری اسلامی ناقض و زیر پا گذارنده تمامی موازین و مبانیش ارائه شده، بیان شده در منشور سی ماده‌ای حقوق بشر هستش، انتقاد درستی رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی حتی حقوق بشر، بیانیه حقوق بشر و مفاد اون رو تک تک زیر پا له میکنه و اعلام کرده که حقوق بشری بر مبنای اسلام و بر مبنای تقسیم جامعه به اسلام و غیر اسلامی و غیره و مبانی اسلامی هستش و دنبالش هستش و پیروی میکنه و غیره. این انتقاد درسته، اما تا اونجایی که به خود این جریانات برمیگرده و اگر بخواد این نقد ادعانامه‌ای برای هویت و به اصطلاح اهداف سیاسی جریاناتی باشه که از این زاویه دارن نقد میکنن و گویا ما باید بپذیریم که اینها مدافعین پروپاگورس مبانی هستند که در حقوق بشر، بیانیه حقوق بشر اعلام شده، اونجا دیگه باید مکس کرد و گفتش که باید کارنامه خود این جریانات سیاسی رو هم مورد ارزیابی قرار داد. به یک اعتباری بیانیه حقوق بشر کاربستهای اجتماعی متفاوت داره. 30 بند طلایی نوشته شده آسمانی نازل شده بر زمین نیست، 30 فرمانی نیست که مستقل از جنبش‌های اجتماعی، مستقل از تحرک طبقات اجتماعی در جامعه به اصطلاح به وجود آمده باشه، شکل گرفته باشه، نگاشته شده باشه بر لوحی. به این اعتبار باید به جنبش‌های اجتماعی و کاربست‌های متفاوتی که این جنبش‌های اجتماعی از این بیانیه و به اصطلاح این چارچوب برای پیشبرد اهداف سیاسی و واقعی خودشون استفاده میکنن و مطرح میکنن باید مطرح کرد. مثالی بزنم، مثلا اگر شما مدافع حکومت سلطنت رو در نظر بگیرید، در دوران شاه هم، سلطنت محمد رضا شاه هم، اونها خودشون رو پایبند بیانیه حقوق بشر میدونستن، اما همه میدونیم که دستگاه ساواکشون، دستگاه شکنجه و آدم کشیشون، دستگاه جنایتشون چه جنایاتی بر علیه مردم و بی‌حقوقی داشت. جمهوری اسلامی حسابش جداست. به این اعتبار مدافعین سلطنت، مدافعین ابقای حکومت‌های گذشته، کارنامه‌شون نمیتونه حتی علارغم ادعاهای ظاهریشون کارنامه‌ای باشه مبنی بر اینکه بتونن حقوق بشر رو اعمال بکنن. دیدیم در دوران حکومت، زمانی که در حکومت بودن، چه نوع حقوقی برای مردم به اصطلاح قائل بودن. مردم در اون دوران رعیت بودن، بی حقوق بودن و اساس بیانیه حقوق بشر صرفاً زرورقی بود برای به اصطلاح پوشش ایدئولوژیک و مقبولیت ایدئولوژیک دادن به یک حکومت سرکوبگر استثمارگر ضد انسانی در جامعه که حکومت به اصطلاح اربابان بر مردم و به اصطلاح رعیت در اون زمان بود. به این اعتبار میخوام بگم نقد به حکومت اسلامی از زاویه حقوق بشر دارای واقعیتی هست، بیان گوشه‌ای از واقعیت هست، اما تا اونجایی که به تعریف واقعی مطالبات این جریانات برگرده، علارغم ادعاهاشون باید گفتش که اینا حتی به مفاد بیانی حقوق بشر رو چنانچه در قدرت قرار بگیرن یا دوباره در قدرت قرار بگیرن نمیتونن اجرا کنن، چون کارنامه‌شون رو دیدیم، چون مسئله رابطه اقتصاد و سیاست رو میشناسیم و میدونیم در اقتصادی که مبتنی بر کار ارزان هست، آزادی انسان، حقوق انسان عملا زیر پا گذاشته میشه، چرا که استبداد گسترده و سازمان یافته و سرکوب گسترده مبنای به اصطلاح بازسازی و حرکت انباشت سرمایه در جامعه هستش که بر اساس کار ارزان استوار شده. خب علی جوادی، اگه جریانات سلطنت طلب و اینکه چه گذشتهشون چی بوده و یا چه حکومتی رو الان براش دارن مبارزه میکنن اون مسئله رو کنار بذاریم، البته بگذاریم که صرفا جریانات سلطنت طلب نیستن که مسئله نقض حقوق بشر در ارتباط با رژیم اسلامی رو مطرح میکنن، جریانات مختلف اجتماعی که
مسئله نقض حقوق بشر رژیم اسلامی رو به عنوان یه پرونده میذارن جلوی رژیم اسلامی و در جامعه و این رو مطرح میکنن که رژیم اسلامی مفاد اولیه بیانیه حقوق بشر سر مسئله آزادی برفرض سر مسئله آزادی بیان یا آزادی مذهب و عقیده نقض حقوق اجتماعی و غیر ذلک رو نقض میکنه و اون رو طلب میکنن. شما نقدتون راجع به مسئله چیه؟ ببینید، طلب کردن مطالباتی که اینها زمانی که در اپوزیسیون هستن و از حکومت به اصطلاح به زیر کشیده شدن یا در اپوزیسیون قرار گرفتن و غیره و غیره، بعد برای بررسی اهداف سیاست‌ها و مطالباتشون به کارنامه‌شون نگاه کرد، نه بر مبنای اون چیزی که خودشون میگن، بلکه بر مبنای اون چیزی که عمل میکنن، بلکه بر مبنای ملزومات سیاست اقتصاد در چارچوب جنبش و مناسباتی که به اصطلاح دنبالش هستن در جامعه پیاده کنن. در تا زمانی که، و این نقد پایه‌ای هستش، تا زمانی که جامعه بر مبنای استثمار انسان میگذره، اقتصاد سرمایداری بر جامعه حاکمه، طبقه سرمایدار حاکم بر شونات زندگی مردم هستش و سود و تولید سود مبنای فعالیت اقتصادی در جامعه رو تشکیل میده و در جامعه مانند ایران که از تکنولوژی بالایی برخوردار نیست، حوزه صدور تکنولوژی و انباشت سرمایه جهانی در شرایط حاضر نیست و غیره، در این چنین جوامع اساس اقتصاد بر مبنای نیروی کار ارزان استوار هست و به این اعتبار نیروی کار ارزان مستلزمش ضروری هستش که نیروی کار خاموش باشه، نیروی کاری باشه که ارزان نگه داشته بشه و برای ارزان نگه داشتن، برای خاموش نگه داشتن باید ساواک داشت، باید ساواما داشت، باید سرکوب کرد، باید جلوی تشکل کارگری، اتحادیه کارگری، شورای کارگری رو گرفت، باید جلوی مطبوعات آزاد رو گرفت، مطبوعات رو باید ممنوع کرد، آزادی بیان رو باید ممنوع کرد، آزادی حقوق شهروندی رو باید ممنوع کرد و یه حکومت استبدادی برقرار کرد. به این اعتبار هر جریانی، چه به اصطلاح اصلاح طلبان، چه حکومتی چه غیر حکومتی، چه اپوزیسیون راست پرو غربی که بخشن سلطنت طلبان درش جا میگیرن، تا زمانی که این جریانات این واقعیت رو دارن که خواهان سیستم سرمایه‌داری در جامعه هستن، به این اعتبار سرمایه‌داری با آزادی، سرمایه‌داری با حقوق انسان‌ها، سرمایه‌داری با آزادی مطبوعات، آزادی تشکل، حقوق کارگر قابل جمع در جامعه ایران بنا به اتکا به اقتصاد کار ارزان نیست و از این رو هستش که این ادعاهاشون مبنی بر این که ما مدافع و پرچمدار حقوق بشر هستیم اون رو بخوایم پیاده کنیم نباید جدی گرفته باشه. کارنامه‌شون رو دیدیم، آینده‌شون جدا از گذشته‌شون نیست. اینها میخوان گذشته‌ای رو که داشتن در موقعیت اجتماعی و طبقاتی و حکومتی که بودن تکرار بکنن. ما به این اعتبار افشاگر پرونده پروژه به اصطلاح توهمات و دروغ‌ها و کذب‌هایی هستیم که اینها ادعا میکنن. ما نقدمون به این جریان بر این مبنا استوار هستش. وقت زیادی البته نداریم، راجع به خود بیانیه حقوق بشر هم بپردازیم. برخی مطرح میکنن که بیانیه حقوق بشر به عنوان یه بیانیه پیشرو هست که به شکل جهانی یه سری مفاد اولیه و در ارتباط با شهروندی و حقوق بشر رو به شکل جهانیش در آورده و جوامع مختلف رو داره ملزم میکنه اونا رو رعایت بکنن. به عنوان نمونه و این انگوش میذارن که در بیانیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده و مذهب رو به رسمیت شناخته، در بیانیه حقوق بشر مسئله شکنجه و بردگی ممنوعه، همه در مقابل قانون برابرن، حق آزادی سفر رو به رسمیت شناخته، حق آموزش همگانی رو به رسمیت شناخته، حقوق برابر در مقابل کار برابر جنسیت‌های مختلف رو به رسمیت شناخته و حق مالکیت هم به رسمیت شناخته. شما فکر میکنین که بیانیه جهانی حقوق بشر چقدر پیشروه و نقدتون به بیانیه جهانی حقوق بشر چیه؟ ببینید، تا اونجایی که به عنوان اولین بیانیه ازش نام برده میشه، یک اشتباه، اگه خطای به اصطلاح بیان نباشه، یک تحریف یک واقعیت بزرگه. همگان میدونن که کمونیستا انقلاب بلشویکی، انقلاب کارگری
بیانیه حقوق انسانهایی رو که صادر کرده بود در برگیرنده پیشروترین مفاد آزادی های فردی، آزادی های مدنی و حقوق شهروندان در جامعه بود. بیانیه‌ای که انقلاب اکتبر به رهبری لنین صادر کرد، اون بیانیه رو مردم دیدن. این بیانیه در دوران پس از جنگ سرد واکنشی به تقسیم جهان به دو قطب شرق و غرب بود، به اصطلاح تلاشی بود که برای ایجاد پرچمی که با به رسمیت شناختن حقوق شهروندی در جوامع بورژوازی در عین حال بتونن سیمای سیاسی برای مقابله با حقوق انسان در یا بلوک شرق بتونن در اون زمان ارائه بدن و به این اعتبار به نقد سیاسی بلوک شرق و مسائلی رو که در رقابت و کشمکش دو بلوک وجود داشت بپردازن و این رو باید دقیقاً توضیح داد. اما نقد ما کمونیستای کارگری چیه؟ ببینید، اولا کاربست اجتماعی این بیانیه برای خود این حکومت‌ها کاملا زیر سواله. مثلا آمریکا که خودش رو مدافع حقوق بشر میدونه و غیره، کارنامه‌ش رو میدونیم، رسما جناح‌های حاکم و یا امروز کاندیدایی که قرار ریاست جمهوری در دست بگیره، ترامپ، لومپن بیلیونر ترامپ، رسما اعلام کرده که شکنجه به اصطلاح از ابزار سیاسی برای به اصطلاح مقابله با دشمنان حکومتشون خواهند بود. شکنجه در قرن 21 به همین وقاحت، به همین زشتی و به همین کراهت. رسما مثلا اعلام میکنن که افرادی که متعلق و یا از جوامع اسلام زده فرار کردن یا مهاجرت کردن به جامعه آمریکا و غیره باید به اصطلاح تحت تعقیب قرار بگیرن و یا ثبت نام بشن و غیره. مهاجرت پذیری و پذیرش پناهنده که تحت تاثیر حکومت‌ها و بمبارانی که خود این حکومت‌ها ایجاد کردن تبدیل به یک موزلی شده که اینها رو در مرزها ببینیم با چه افتضاح و با چه جنایت پیشگی با این انسان‌های مهنت زده و فراری مواجه میشن و دیدیم چهره‌های کودکانی که در جنگ‌ها چگونه تکه پاره شدن و یا در گوشه ساحل افتادن که آب به اصطلاح قایق‌های غرق شده‌شون رو به ساحل‌ها روانه کرده بود و غیره. این وجدانیه. نتیجتا حتی اینها هم، دموکراسی غربی هم عملا کارنامه چندان مثبتی در دفاع از مبانی حقوق بشر نداره. هرچند که نسبت به جوامع استبداد زده، پلیسی، مذهب زده، پیشرفت‌های بسیاری هست و مبانی هستش و ما ترجیح میدیم این حکومت‌ها رو چندین مرتبه به اون حکومت‌ها. اما تا اونجا که به نقد ما برمیگرده، ما نقد ما پایه‌ایه. ما یه رابطه بین سیاست و اقتصاد داریم. ما میگیم که تو جوامعی که بر مبنای به اصطلاح سرمایه‌داری سازمان یافتن، اساسش یعنی اینکه طبقه کارگر مورد استثمار قرار میگیره، اساسش یعنی فرودستی اکثریت عظیم جامعه، اساسش یعنی اینکه حرکت اقتصادی برای انباشت و ثروت اقلیت اندک و یا 1%های انحصارگری، طبقاتی که به اصطلاح ابزار تولید و توزیع اجتماعی محصولات مورد نیاز جامعه رو در دست خودشون دارن. و به این اعتبار میگیم هر زمان که چنین وضعیتی وجود داره، آزادی انسان آزادی صرفا حقوقی در نهایت میتونه باشه، بلکه آزادی اجتماعی نیست، آزادی از قید و بند طبقاتی نیست، آزادی از سلطه و ستم طبقاتی نیست، آزادی از انقیاد اقتصادی سرمایه‌داری نیست که تولید برای رفع نیازمندی های انسان باشه، نه برای انباشت و سود سرمایه اقلیت استثمارگر. و به این اعتبار نقد جدی حتی در مقابل بیانیه حقوق بشر قرار میدیم که میگیم این بیانیه حقوق بشر در جامعه سرمایه‌داریه، در نهایت خودش در شرایطی که ایدئالیزه شده و به صورت به اصطلاح بندها و مفادی در اومده، حتی در شرایط ایدئالیزه شدهش هم این بیانیه بیانیه آزادی انسان نیست، بیانیه رهایی و خلاصی انسان نیست، تنها بیانیه‌ای که بتونه ستم طبقاتی، شکاف طبقاتی، جامعه طبقاتی، مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری رو دگرگون بکنه و یک جامعه رها از طبقات، ستم طبقاتی، تضاد و تخاصم طبقاتی ایجاد بکنه، چنین بیانیه‌ای میتونه به اصطلاح مفادی در خود داشته باشه که رهایی و آزادی انسان رو داشته باشن. برنامه برای یک دنیای بهتر حقوق و مبانی فرد
فرد شهروند در جامعه رو در یک جامعه آزاد کمونیستی، در یک جامعه آزاد سوسیالیستی مطرح میکنه و به این اعتبار رابطه آزادی انسان نه صرفا آزادی حقوقی بلکه آزادی اقتصادی، آزادی اجتماعی رو مطرح میکنه و به معنای واقعی کلمه آزادی رو و حقوق شهروندان رو میتونه متحقق بکنه. انسان تنها در یک جامعه آزاد سوسیالیستی هست که آزادی به معنای جمیع جماعت به اصطلاح جهات آزادی رو میتونه به دست بیاره و ازش برخوردار باشه. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب میرسیم. من در کنار علی جوادی براتون شب و روزهای خوشی رو آرزو می‌کنم. علی جوادی با تشکر. متشکرم به شما بینندگان عزیز، روز بخیر و شب بخیر میگم.